بعد از 15 سال کار با ویندوز و لینوکس و اینجور چیزها، این دفعه قسمت شد که بیایم سراغ مک. البته یه توفیق اجباری، من یکی از منتقدهای اپل همیشه بودم و هنوزم نمیدونم با چه چیزی قرار هست که مواجه بشم. امیدوارم که یک تجربه خوب بشه. حالا این بار میخواییم بریم سراغ آنباکسش و تجربه کار به عنوان کسی که 15 سال ویندوز کار کردم رو توی یه ویدیوی دیگه ای خواهم گذاشت. اول بریم سراغ این مشماش که نحوه باز شدنش هم جالب بود، این برچسب و حالا باید بهش دقت کرد چون بعضیا میان با این تلفن های عادی مثل این که بسته بندی میکنن. خب و لحظه جذاب باز کردن، یکم سفت باز میشه و بله اینو بذاریم این گوشه نیفته. خب در قدم اول که یک لپتاپ اپل داریم که من اصلا تا حالا باشون کار نکنم، فعلا بذاریم کنار اینو. بعد بریم ببینیم تو جعبش چی داریم. توی جعبش یک کابل شارژشه که این طرفش، حالا اسم پورتش رو قشنگ از اونجایی که خیلی اپلی هم یادم نیست، و این طرف هم تایپ سیه. باید اعتراف کنم واقعا کیفیت این کابلش خیلی خوبه، خیلی قشنگ حس میشه که یک چیز با کیفیت رو گذاشتن. اینجام که خب یوزر منوالشه، بعدا حالا باید بخونیم شوید توش چی هم نوشته. و این هم یک شارژر که حالا من دقیقا نمیدونم پارت نامبر من کجا بود که این شکلیه، ولی خب صدارو اعتراف کنم که حس خوبی داد. یعنی من این همه تجربه کردم، این سیستم های قبلی مثل ایسوس و اینا رو داشتم، واقعا حسی که تو همون لحظه اول با آدم میده از کیفیتی که این پروداکت داره قشنگ ملموس متفاوت. خب جعبش رو بذاریم کنار و بریم سراغ اصل قصه، خود لپتاپ. یک کم حس کنم سنگینه نسبت به اون لپتاپ ایسوس دارم و البته قطع‌تر و خب قوی‌تر. باید اعتراف کنم که واقعا تجربهش مشابه هیچ کدوم از لپتاپ ها و سیستم های ویندوزی که قبلا کار کردم واقعا نیست و خیلی جذابه. چیزی که همین اول خیلی تو چشم میخوره کیفیت این صفحه نمایششه که واقعا حس میشه که واقعا با کیفیت. من اصلا تجربه یه چنین چیزی رو توی لپتاپ ها نداشتم. توی گوشی بوده، گوشی که دارم گلکسی S20 FE تقریبا اینجوری بود، ولی واقعا حس میکنم شاید یه سر گردن هم بالاتر باشه یا شاید این اشتباه باشه. و خب حالا تا این کاراشو انجام میده بذاریم یه نگاهی به کلیت پورتاش داشته باشیم. یه پورت HDMI داره، یه تایپ سی و درگاه کارت ST. این طرف هم یک دو تا در واقع پورت تایپ سی و یکی هم درگاه جک صوتی و این هم کابل شارژ. یکم سنگینه ولی از دست زدن و داشتنش یه حس با کیفیت بودنی رو میشه حس کرد. یعنی قشنگ میشه حس کرد که این لپتاپ متفاوته. اینجاش نمیدونم چیه، فکر کنم جای فنش باشه این گوشه. این طرف هم همچنین داریم و این کیبوردی که داره به این صورت هست. خب شاید
خیلی دوست داشتم که رو کیبوردشون حروف فارسی هم باشه، ولی توی محصولات اپل نمیدونم این اتفاق هست یا نه، رایجه که اصولا نباشه فکر کنم تا جایی که میدونم، ولی باید کار کرد و ببینم حالا چه جوری میشه دیگه. یه ناچی هم داره اینجا، من سعی میکنم که نمیشه، فعلا نمیذاره که If you know how to use VoiceOver, press Command F5 now to turn it on and set up your Mac. بله. If you would like to learn how to use VoiceOver to set up your Mac, press the Escape key. خب، حالا نمیذاره. میخواستم اینجا یک ناچی هم داره که حالا با سیاستی اینجا رو تیره کرده و دیده نشه تو قدم اول و برخورد اول. ولی خیلی رضایت بخش نیست که نبوده این وجود ناچ. ولی باید اعتراف کنم ضخامت کناره ها و لبه ها واقعا کمه، واقعا کمه، و وجود اون ناچ نمیتونه یک ویژگی بد باشه. چرا؟ چون لپتاپ های دیگه یک نوار قطوری این بالاشون هست و حداقل یه ناچ، یعنی این بغل ها حداقل اسکرین هست، خودش یه مزیتی میتونه باشه. ولی خب بهتره که اینو کوچیکش کنه، در حد یه نقطه کنه، و احتمال میدم که این سیاست های اپل در آینده این اتفاق رو ممکن هم بکنه. خب من حالا برم سراغ تجربه نرم افزاریش، کار باش یه مدت کار کنم و صادقانه هیچی ازش نمیدونم، هیچی از دنیای اپل نمیدونم، برم ببینم چه جوری میشه دیگه. به عنوان کسی که کاربر ویندوز بوده و حالا اومده و حالا نمیشه گفت مهاجرت کرده، اومده که مک رو هم تجربه کن. امیدوارم که همونطور که حالا سخت افزار حس خیلی خوبی داد، یعنی حس تفاوت تمایز رو داد، حس اینکه شما پولی که داری بیشتر میدی رو قطعا دریافت خواهی کرد رو داد. حالا میگم باید تجربه نرم افزاریش رو هم تست کنم تا ببینم چی از آب در میاد. مخلص، تا زود.